یک بهایی دست خط دارالانشاء بیت العدل اعظم الهی در پاسخ به پرسش‌های مدنی ایرانی درباره حد و مرز فعالیت‌های حقوق بشری و مطالبات آن 22 ژانویه 2010، یعنی آخرین نامه بیت العدل اعظم است. دوست عزیز روحانی، نامه مورخ 11 ژانویه 2010 آن یار گرامی حاوی سوالاتی راجع به اصولی که باید در شرایط کنونی راهنمای احبای عزیز ایران در مشارکتشان در امور اجتماعی باشد به بیت العدل اعظم الهی واصل گردید. ضمن ابراز قدردانی از توجه شما به مصالح امر مبارک و عمق و وضوح سوالات مطروحه، مقرر فرمودند چنین مرحوم گردد: همانطور که به خوبی مستحضرید، در حال حاضر در ایران اموری اساسی راجع به عدالت اجتماعی و منافع عمومی با مسائل مربوط با سیاست‌های حزبی در هم آمیخته و انتخاب خط مشی مناسب را برای بهائیان که به وطن خود عشق می‌ورزند و به پیشرفت آن دلبسته‌اند مشکل ساخته است. امید چنان است که مطالب زیر در جهت این تصمیم گیری مفید واقع گردد. اعضای جامعه بهائی در سراسر عالم از اشتغال به سیاست‌های حزبی دوری می‌جویند، از مداخله در روابط سیاسی بین دولت‌ها اجتناب می‌ورزند و از تلاش برای رسیدن به قدرت ترهیز می‌نمایند. بهائیان این ختمش را بر اساس تعالیم دیانتشان برای ایفای نقش خود در بقای جامعه‌ای متحد و پویا انتخاب کردند و گزینشان انتقادی از احزاب سیاسی و روش کار دیگران نیست. در این راستا بدیهی است که هر نوع فتنه‌جویی و یا توسل به خشونت را نیز به کلی مردود می‌شمارند. بهائیان در عین حال موظفند که مجدانه در گفتمان‌های سازنده و اقدامات وسیع اجتماعی به منظور بهبود وضع عالم و وطن خود شرکت نمایند. این فعالیت‌ها را با کمال خضوع و خشوع، رعایت حکمت، احترام با قانون و مقررات اجتماعی و با روحیه یادگیری و تشریک مساعی با گروه‌ها و افراد همفکر دنبال می‌کنند، زیرا به نیروی سازنده وحدت در کثرت و نتایج درخشان همکاری و تعاون ایمان دارد. درباره شرکت در تظاهرات، به طور کلی آحاد احبا در هر کشوری آزادند که فردن در اقدامات یا فعالیت های از قبیل راهپیمایی های صلح‌آمیز که به منظور ترویج آرمان‌های سازنده مانند آزادی زنان، عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، رفع تعصبات، رعایت حقوق بشر برگزار می‌شود شرکت کنند. اما اگر احیانا چنین اقداماتی به تدریج از مقاصد اولیه خود منحرف شده و حرکتی سیاسی یا خشونت تبدیل گردد، البته در چنین شرایطی باید از مشارکت در آن دوری جوید. کاملا روشن اشتیاق جوانان بهائی ایران برای همکاری با دیگر شهروندان برای ترویج عدالت و رفاه عمومی البته امری طبیعی است. مؤسسات اداری بهائی وسیله‌ای برای جهت بخشیدن به نیروی احبا و سازماندهی امور دینی و اجتماعی جامعه بهائی است و افراد معمولاً برای تصمیم گیری در مورد چگونگی خدمات خود با این مؤسسات مشورت می نماید. ولی شرایط کنونی ایران
بهایان این کشور را در وضعی استثنایی قرار داده است. تا یک سال قبل جامعه بهایی از اندرزها و خدمات گروه های غیر رسمی که با اطلاع دولت به تمشیت امور روحانی و اجتماعی احبا مشغول بودند بهره‌مند می‌گردید. به دنبال اظهارات دادستان کل کشور در فوریه 2009 و تعطیل شدن کار این هیئت‌ها، بیت العدل اعظم و احبا ایران اطمینان دادند که با توسل به نیروی اتحاد و حمایت از یکدیگر و با توکل به تأییدات لاریبیه الهیه خواهند توانست راه‌های مناسبی برای اداره روحانی و اجتماعی خود بیابند و به خدمت به وطن و هموطنان خود ادامه دهند. معهد اعلی احبا را تشویق فرمودند که با یکدیگر مشورت نمایند و مطمئن باشند که با رعایت اصول مشورت، مشورت بهایی تصمیمات و اقداماتشان به زیور درایت و حکمت مزین خواهد گشت. حال نیز جوانان بهایی می توانند درباره سوالاتی که راجع به مشارکت خود در فعالیت‌های اجتماعی دارند با والدین، فامیل و کسانی که به قضاوت آنان اطمینان دارند مشورت نمایند.